وی در سال 1348 با بازی در فیلم گاو درخشش عجیبی را از خود به نمایش گذاشت و تحسین همگان را برانگیخت. در همان سال با بازی در فیلم قیصر نقطه عطفی در صنعت سینما و بازیگری ایران را رقم زد و بعد از آن فیلم های متعدد و موفق دیگر از این بازیگر شهیر و نامی ایران، چون فیلم هایی از قبیل سوت دلان، هزار دستان و کمال الملک و بسیاری فیلم های دیگر که برای ما خاطرات شیرین را رقم می زند. خانم ها، آقایان، این شما و این نازنین مرد عرصه صنعت سینما و بازیگری سینما و تلویزیون ایران، استاد جمشید مشایخی. عزیز دلم سلام عرض میکنم. زنده باشی. من عذرخواهی میکنم نریشنی گفتم، خواستم که یه شور حالی ببخشم به قصه. شما بزرگوار. زنده باشی. بهترین لحظه های زندگیم رو دارم تجربه میکنم در کنار شما که از اسطوره های بازیگری و هنر ایران هستین. برای من و برای هر کسی افتخاری بزرگ محسوب میشه که کنار شما بنشینه و از بودن در کنار شما و در معیت بودن کنار شما لذت ببره، از انرژی خالصی که در وجود شما موج میزنه بهره مند بشه. ما خاک پای شما، عزیز دلمون، سرورمون، تاج سرمون. ما آرزو میکنیم که انشالله هزار سال دیگه زنده باشیم و سایه‌تون بر سر هنر ایران و بر مردم ایران باشیم. ما به بهونه شما، زیر سایه شما، به امید خدا باشیم و ادامه حیات بدیم. شما چوب فوق‌العاده زنی قربان، اختیار داری. امیدوارم که شما جوانای نازنین رو خدا حفظ کنه، بر تقدیر ایران رو شما اداره خواهید کرد. زنده باشیم. ما دوره رو ما تموم شده، ما دیگه اختیار داریم و شما از ما جلوتری. اگر نباشیم عذاب حال ما، به این دلیل که آن چی داری که امروز شما میدونید، ما وقتی هم سن شما بودیم اینا رو نمیدونستیم. این جدی است. شکست نفسی نه. این پیشرفتی است که شما کردید و باید هم میکردید. پیشرفت کردید در عرصه هنر، فرهنگ، روی من بکرد. شما حافظ ارزش هست. ما درس پس میدیم، تلمذ میکنیم در خدمت شما و افتخاری برای من که تلمذ کنم در مکتب شما، در مکتب اخلاق شما که اخلاق شما به هنر شما میچربه. من عذرخواهی میکنم اینجوری میگم. شما قبل از این که معلم هنر باشید در عرصه فیلم، سینما، بازیگری، معلم اخلاق هستید برای من و برای خیلی از جوانهایی که مایلن ورود کنن به عرصه هنر و سینما و بازیگری و اینجور مسائلی که دیده بشن. هم استاد اخلاق هستین، هم استاد هنر. ما خاک پای شما، عزیزی داریم، که پای همه عزیزان. حضرت سعدی میفرماید خاک شو پیش از این که خاک شد. درود. و باز اگر اشتباه نکنم از حضرت مولانا به یه چی مقام خدمتون عرض کنم که میفرماید در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، یک دو روزی آزمون را خاک باش. بعضی بزرگان ادب ما به ما درس دادن، درس اخلاق دادن و این هم بهتر از من میدونیم که در هیچ کشوری به اندازه ایران عزیز ما شخصیت های بزرگ در رشته ادب وجود نداشت. درود باشد. و هر کدوم دنیایی هستن، دنیایی. این جز افتخارات ما هم. این بزرگان برون تو مرم و جمشید کسی نیست، جمشید هیچه. بنده این رو باز صداقت عرض میکنم خدمت شما، هیچه. اتفاقا شما بزرگین، شما موندنی هستی که خیلی استادانه و بسیار ظریف دارین تو صحبتاتون به نسل امروز اشاره میکنید که لطفاً برید مطالعه کنید تاریخ ادبیات کهن ما رو که غنی ترین هست در جهان. حیف واقعا اگر ما با حافظ آشنا نشیم. شب یلدایی که گذشت حافظ رو فقط بخونیم و ببندیم دیوانش رو بریم پی کار. حیف که مولوی رو نشناسیم، حیف که خیام و عطار رو نشناسیم. استاد بفهمید که بهترین خاطره که داشتید تو فیلمایی که بازی کردیم در کدوم فیلم بوده و کدوم فیلمی که بازی کردین رو بیشتر دوست داشتید؟ سخت سوال، درسته؟ بله، برای که نمیشه گفت هر فیلم داره خودش یه خاطره، یه داستانی خاص خودش رو داره و من با کارگردان ضعیف هم کار کردم و اون فیلم ها رو صحبت چی نمی کنم. فیلم ها که با کارگردان های بزرگی مثل ناصر طغایی عزیز دیدم
علی ناصر خان، خدا رحمت کنه، خاطر خاطر عرض کنم که آقای کیمی، آقای مهجوی بله و برتری من با همه این عزیزان کار کردم و لذتم بردم، خدا رو شکر. و اون چیزی که منو باعث میشه قصه بخورم وقتی یک کتاب فروشی بس نمیشه، مثل که رگی که به قلب من میرسه این رگ قطع میشه، ای وای با. این دیگه خون به این قلب نمیرسه، این خیلی من قصه میخورم. بدترین چیز رو ببینید، ببینید یک کتاب فروشی بسته شده، کتاب فروشی بسته بره. تمام دغدغه‌شون استاد امروز اینه که ناراحت میشن از اینکه یک کتاب فروشی بسته بشه و میگه انگار احساس میکنم رگ از رگهای قلب من بسته شد. چرا؟ استاد غم خودش رو نمیخوره. استاد میگه من زندگیم رو، لذتم رو و تمام اون چیزهایی که یک انسان میتونه براش آرزو باشه، چقدر دیگه میخواییم مثلا شما مقام کسب کنیم؟ چه مقامی بود که در عرصه سینما، بازیگری، شهرت شما میخواستین و آرزوی هر انسانی بود بهش برسه، تو ایران نرسید؟ شما دیگه ته ماجرا رو رسیدیم و دیدیم. و استاد وقتی که شهرت رو در انتها دیدن، بازی رو و تمام اون چیزهایی که میتونه برای خیلی از انسانها رؤیا باشه، امروز به این درجه از علم آگاهی رسیدن که میگن چیزی جز مطالعه دیگه نمیتونه برای انسانها ارزش باشه. ما خاک پایین زنده باشه بیت حضرت حافظ رو به به بله تقدیم میکنم. میفرماید من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قول و مقال عالمی میکشم از برای تو. واقعا درس دیگه. ببینید همه چی رو تحمل میکنه، همه چی رو، به خاطر معشوق. معشوق همه فکر کنن که معشوق جنس مخالفه، نه این نیست، اونم هست. توجه برمونید، معشوق خیلی ها میتونن باشه و خیلی از عشق زمینی به عشق آسمانی رسیدن. بله بنده که ایشون وقتی چنین از کنم مسئله رو عنوان میکنه در کتابش، انسان رو به فکر وامیداره که فرشته وقتی حرف میزنه بوی عطر از دهانش عرض کنم که به مشاهده میرسه، بعد صداش موسیقیه، این موسیقیه. بعد ایشون میفرماید من که ملول گشتم، معلوم نیست من نفس تو. خیلی جالبه این نفس رو، این زیبایی. بعد به خاطر معشوق داره این حرف رو میزنه، که به خاطر معشوق شدت داره عرض کنم قصه میخوره و چه تعبیره زرج میکشه و این واقعا این واقعا زیباست. استاد انقدر عمیق در خصوص ادبیات صحبت میکنه، یک بیت شعر از یک شاعر نامی رو وقتی میخونه، چون از جنبه های مختلف این بیت شعر در ذهنشون پردازش میکنه موضوع رو، من دیدم استاد یک لحظه بغض کردم، حتی اشک در چشمانشون حلقه بست. باید یک انسان روحش انقدر بزرگ و لطیف باشه وقتی یک بیت شعر از یک شاعر نامی ارزشمند ایرانی رو میخونه و معنای اون رو به معنای واقعی کلمه به عمقش پی میبره، اینطور تحت تاثیر قرار میگیره. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. از برای تو، از برای تو قال و مقال عالمی میکشم. چقدر زیبا، چقدر زیبا. شما استادی برمون اختیار داری که لذت میبرم از این همه شعور و فهم. و زنده باشیم، درس بس بدن خیلی نه تلمبوز میکنم در مکتب استاد. استاد میخوام زیاد اذیتتون نکنم، چایمونو یخ کرد اینجا، عرضم به حضور با سعادتتون که من قسمتی از فیلم قیصر رو میخوام اینجا در نقش قیصر، من جسارت نباشه خدمت بازیگر بسیار خوب آقای بهروز وسیقی عزیز، من قسمتی از فیلم قیصر رو در نقش قیصر در مقابل شما بازی میکنم و شما همون خاندایی مهربون و آگاهی هستین که همونجا هم میخواستین هم فرمون رو و هم قیصر رو راه نما باشین که راه رو غلط نرن و برگردن به راه درست. احترامات واجبه خانده، یه معرف از مردونگی ندار که هیچ خوششم نمیاد. چی واسه من قد یه نخود مردونگی رو کرد که من واسه که خروار رو کنم؟ این دنیا واسه من همیشه کلک شده و نامردی. به هرکی گفتم نوکرتم با خجل کبید تو این جگرم.
این مرام روزگار، یعنی این روزگار خنده ای نظری میزننت. ساکت شو قیصر، حالا وقتی پیر میشه به خدا نزدیکتر میشه. تو چه میدونی از یه حرفا؟ وقتی فرمون خنجر رو ازش بره، گفتم اول منو بزن بعد بنو، واسه یه پره بوم خاری فرمون آجر رو از تو دیوار میکشتم بیرون. اما حالا چی؟ چشمام آخو برده، قام میلرزه. تو چه میدونی؟ تو مردونگی نمیدونی چیه؟ وقتی زنگ میزدم بسن واسه وارد گوت میشدم، تو اینا رو ندیدی؟ هنو بچه ای جانت بوشیه میده یا علی؟ تو الان معیوس میکنی خانده ای؟ اگه قراره که هر کسی پیر میشه دلش هم کوچیک بشه، خدایا هیچ وقت ما رو پیرمون نکن که اصلا حسنشو نرم. عاشقتم استاد، چقدر بزرگوار بودی که اعتماد دادی که من نقش کوتاه رو در کنار شما بازی کنم و افتخاری بزرگ برای بنده در کنار استاد جمشید مشهدی عزیز. منم دیالوگای یادم نمیاد. بله معلومه، بالاخره حدود قریب 50 سال از اون فیلم میگذره و شما، من خودم نمیدونم که هفته قبل چه اجرایی داشتم و چه چیزایی گفتم اون صحنه، شما چه انتظاریه که بخوان. اما حضور ذهن شما، ببینید دوستان عزیز، نکته جالب، استاد جمشید مشایخی شاید دیالوگ‌های فیلم‌های گذشته خودش رو کامل یادش نباشه، اما چقدر زیبا و اشعار ادبا اشاره میکنه بدونی که تو حق بزنه و حتی پس و پیش بگه، حتی یک مصرع رو، حتی یک کلمه رو، حتی یک حرف رو. این خیلی جالب برای من که چقدر عاشقانه ادبیات غنی ایران رو شما پیگیری میکردین از جوانی تا به الان، که انقدر الان حضور ذهن داری انگار که همین الان تراوش ذهنیش هست و از حافظ برای ما میخونه، از مولوی، از فردوسی و تمامی شعرهای نامه ایران، و این بسی جای تحسین داره برای استادی که اهمیت میده به شعر و ادبیات غنی و کهن ایران که ارزشش بالا برای ایران و ایرانی. درود بر شما استاد، من دست شما رو میبوسم، شما رو در آغوش میگیرم. این بهترین لحظه زندگی من هست که قربونتون برم، قربون شما، فدای شما. تا برنامه دیگر و حضور مجدد انشاءالله، به امید خدا که استاد روز به روز سلامتیشون بیشتر بشه، به دعای خیر شما عزیزانی که دوست می‌دارین، بزرگانی چون استاد جمشید مشایخی رو در عرصه سینما و تلویزیون که خیلی برای ما زحمت کشیدن و لحظه‌های شیرین و زیبا و خاطر انگیزی رو برای ما رقم زدن، به دعای خیر شما مردم لحظه به لحظه و روز به روز خداوند به ایشون عزت رو بیشتر عنایت کنن که عنایت کردن و سلامتی جسم و روح و روان بهشون عنایت کنن انشاءالله. الهی آمین. سلامت باید. در منزل استاد جمشید مشایخی هستیم، کنار این مرد بزرگ و دوست داشتنی و نازنین، هنرمند تکرار نشدنی صنعت سینما و تلویزیون ایران. من یه نقاشی خیلی قشنگم اینجا به دیوار منزل استاد جمشید مشایخی دیدم که از آثار خودشون هست و خودشون کشیدن. آبرنگه؟ آبرنگ. بسیار زیباست. حالا میارم نشون بدم. بینندگان عزیز، من و استاد جمشید مشایخی و اثری فاخر، نقاشی با آبرنگ که به دستان توانمند و هنرمند این مرد نازنین کشیده شده، مثل سردر ورودی یک اینو اصلش و شادمان استاد صنعتی کشیده بودن که کوچیک‌تر از اینه و ما با ایشون دوست شده بودیم و یک کتابی که از ایشون چاپ کرده بودن من دیده بزرگتر از اونو کشیدم، از نقاشیشون بزرگتر. این مسجد کبود تبریز. مسجد کبود تبریزه. درود به همه ترک ها، تبریزی های عزیز، آذربایجانی عزیز، آذری های عزیز، آذربایجان شرقی غربی و تمام ترک های نجیب و اصیل ایرانی. این اثر فاخر، اثر دستان هنرمند و توانمند بازیگر معروف سینما تلویزیون ایران هست، جمشید مشایخی.